می‌خوایم با هم دیگه همه چیز راجع به فیتیله‌های چوبی یا سلولوزی یاد بگیریم. این فیتیله‌های چوبی توی انواع مختلف و در سایزهای مختلفی توی بازار ارائه میشن که من براتون اینجا روی صفحه می‌نویسم که هر سایز فیتیله برای چه سایز و چه قطریش هم مناسب است. ولی بهتون پیشنهاد میدم که حتما اون اولش که می‌خوایم با این فیتیله‌ها کار کنید چند تا شمع نمونه بزنید تا کاملا ابعادش دستتون بیاد. این فیتیله ها خودشون همراه پایه نگهدارنده فیتیله و بوراکس مایع میان و اگر که بوراکس همراهشون نباشه حتما باید تهیه بکنید برای اینکه فیتیلتون کیفیت سوخت بهتری داشته باشه. نحوه استفاده از این پایه های نگهدارنده فیتیله مثل پایه های نگهدارنده فیتیله عادی هست، به این صورت که شما فیتیلتون رو داخل این شیار این پایه قرار میدید و بعد فیکسش میکنید توی حالا ظرفی که میخواین استفاده بکنید. به این صورت که توی تصمیم می‌بینید فکر کنید الان یه جار هستش و من می‌خوام ازش استفاده کنم، خیلی راحت مثل مدلی که برای فیتیله ساده استفاده می‌کنم تهش رو چسب می‌زنم و فیکس می‌کنم و برای نگه داشتن این فیتیلتون که تکون نخوره هم می‌تونید از اون نگهدارنده فیتیله دست‌ساز که خودمون درست کردیم استفاده کنید. اگر که قطر فیتیلتون کم هستش یا می‌خواید سوخت بهتری بهتون بده می‌تونید دو تا از این فیتیله‌ها رو کنار هم دیگه توی پایه قرار بدید و ازشون استفاده بکنید. خب حالا این فیتیله ها رو برای اینکه ما بتونیم استفاده بکنیم باید بهشون بوراکس بزنیم. برای زدن بوراکس از اونجایی که ماده شیمیایی هستش بهتر هستش که از دستکش استفاده بکنید تا این ماده شیمیایی به پوستتون جذب نشه. روش زدن بوراکس هم به این صورتی که توی تصویر میبینید هستش، کاملا به همه جای سطح فیتیلتون بوراکس بزنید و با دستتون قشنگ پخشش بکنید تا همه جاش آغشته به بوراکس بشه و بعد باید بهش اجازه بدین تا خشک بشه. حالا از اونجایی که من میخوام مدل‌های مختلف رو امتحان بکنم، اینجا میخوام با چوب بستنی هم با هم دیگه امتحان کنیم تا ببینیم که چجوری نتیجه میده. چون چوب بستنی رو هم میگن به عنوان فیتیله چوبی میتونید استفاده بکنید. برای چوب بستنی هم به همین منوال کاملا سر تا سرش رو بهش بوراکس میزنم و بوراکس آغشته میکنم و بعد از اون کنار میذارم تا خوش بشه. دقت کنید که فیتیله چوبی چون یه مقدار قطر داره من قشنگ کامل کنارهاش رو هم زدم. وقتی که این کار رو کردیم میذاریم تا خوش بشه. برای بررسی همه نتایج من اینجا 4 گروه آماده کردم. گروه اول فیتیله چوبی بوراکس خورده، گروه دوم فیتیله چوبی بوراکس نخورده، گروه سوم چوب بستنی بوراکس خورده و گروه چهارم چوب بستنی بوراکس نخورده. حالا برای اینکه یه ذره پیشرفته‌تر بکنیم و همه نتایج رو بتونیم ببینیم، اینجا از روغن زیتون و پارافین آب شده هم می‌خوایم که استفاده بکنیم. یه گروه رو شاهد نگه می‌داریم و گروه بعدی رو این دومی‌ها رو توی روغن زیتون میخوام قرار بدم و هر کدوم از اینها رو باید بذارم 24 ساعت بمونه، حداقل 24 ساعت بمونه تا بتونم کاملا بررسی بکنم و نتیجه رو ببینم. گروه سوم رو هم میخوام توی پارافین آب شده قرار بدم. همین کار رو برای چوب بستنی ها هم تکرار میکنم. من این علامت هایی که روی هر چوبی زدم برای این بود که مشخص باشه هر کدوم به چه نوعی هست، چی خورده و چی نخورده، که حالا جلوتر براتون نوشتم که برای شمع هایی که درست کردم که هر کدوم به چه سبکی هست، ولی خب اینجا هم مشخص بود و به این صورت قرارشون میدم و اجازه میدم که به مدت حداقل 24 ساعت داخل روغن زیتون و پارافین آب شده بمونن و بعد از اون با هر کدومشون شمع درست میکنم و نتایج رو با هم دیگه چک میکنیم. گروه اول رو هم که به عنوان شاهد نگه میداریم و میبینیم که بعداً چجوری عمل میکنن. برای اینکه اندازه فیتیله من و چوب بستنی من رو هم ببینیم، من اینجا کنار خطکش براتون قرار دادم که بتونیم مشخصاً ببینیم. قطر شمع من هم 7 سانتی متر بود. حالا من با پارافین جامد 1% برای هر کدوم از این فیتیله ها یک شمع درست کردم که در مجموع 12 تا شمع میشه. شمع هام رو علامت گذاری میکنم و فیتیله رو کوتاه میکنم و سوختشون رو با هم دیگه چک میکنیم. اولی فیتیله چوبی بوراکس نخورده هستش. هر کدوم از این تیکه هایی که شما میبینید 5 دقیقه از سوخت یک شمع هستش که من سریع کردم ویدیوشو. این یکی فیتیله چوبی بوراکس خورده هستش. همون جور که میبینید
فتیله چوبی که فقط بوراکس خورده شعله گردتر و کوتاهتری از بقیه فتیله ها داره. این یکی به چوب بستنی بوراکس نخورده هست. همونجور که میبینید خیلی خیلی شعله بلندتری داره، بسیار دود میکرد و در کل خیلی سوخت بیشتری داشت و شعله بسیار بلندتری داشت و خیلی بیشتر آب میکرد سطحش هم رو. این یکی فتیله چوبی بوراکس خورده هستش. این یکی هم شعلش به نسبت بلنده و دود هم داشت ولی خیلی کمتر از اونی که بوراکس نخورده بود. حالا این اگه از بالا بخواید سوختشون رو ببینید و با هم دیگه مقایسه بکنید به این صورتی هستش که میبینید بهترین گزینه که سوخت خوبی داره تا اینجا بوراکس خورده ایه که توی روغن زیتون هم 24 ساعت قرار داده شده. شعله هاشون رو با هم دیگه اگه مقایسه بکنیم از رو به رو، همچنان اونی که بوراکس خورده و توی روغن زیتون قرار داده شده از همه سوخت بهتری داشته و به جز اونی که توی پارافین قرار داده شده و بوراکس خورده بوده هم شعلهش خوب بوده و فقط اونی هم که تو بوراکس نخورده و توی روغن زیتون قرار گرفته اون هم شعله خوبی داشته. ولی باز بهترین گزینمون از نظر سوخت و شعله اونی بوده که توی بوراکس خورده بوده و 24 ساعت توی روغن زیتون قرار گرفته. پس در نتیجه اگه بخوایم با هم دیگه مقایسهشون بکنیم، بهترین حالت اینه که شما فتیلتون رو بوراکس بزنید و 24 ساعت توی روغن زیتون قرار بدین و بعد از اون استفاده بکنید. همونجوری که می‌بینید چوب بستنی هم به شدت به خاطر شعله بزرگی که داشته شمع رو آب کرده و هم توی تصویر هم مشخصه که کاملا دود میزنه و این هم بعد از خاموش کردنشون، در حالی که همشون تقریبا سوخت یکسانی داشتن و اونهایی که چوب بستنی داشتن اتفاقا دیرتر هم روشن شده بودن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایبتون نره.